action. با ارزش‌ترین چیزیه که تو زندگیم دارم. برخورد اجتماعی حالا چیز خوبی نیستش، یا فوشه یا کتککاریه یا اذیت کردن و همینجور چیزاست. ایوا خواهر رو دیگه خب به ماها بیشتر میگن، به ترنسای ام تو اف خیلی بیشتر میگن. میگم ایوا خواهر رو دختری و پسر رو این چرا اینجوریه شفا بده و این حرفا. حالا اینا خوب خوبشه، یه بار که من واقعا گرفتن زدن نمیخواد درکشون کنه، فهم خواد دوستش داشته باشن. واقعا نمیگم، من خودم یه جوری شده بود که اصلا نمیرم بیام، هنوزم که هنوزه نمیرم بیام تو فامیل. یه خورده سال پیش، سال 1363-1364، امام خمینی میاد فتوا میده که عمل تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد. اما حالا که 30 چند سال از اون زمان میگذره، خب قاعدتاً 30 چند سال زمان خیلی کافی هست برای اینکه یک قانونی بخواد در واقع خیلی عملی بشه و به اجرا برسه. به هیچ وجه به لحاظ فرهنگی اون ظرفیت‌های لازم در جامعه ما نهادینه نشده برای پذیرفتن اقلیت‌ها، چه اقلیت‌های فکری، چه اقلیت جنسی مثل ترانسکشوال‌ها، چه اصولاً برای درک دیگری، یعنی کسی دیگری که فرای ما و برای ما داره زندگی می‌کنه. میخوان تو رو مجبور کنن، اصلا نمیپذیرن مجبور هیچی، اینکه تو نمیتونی اصلا اونی که هستی رو ببینن و قبول کنن، و حتی وقتی بگی بهشون نپذیرن، بگن تو داری اشتباه میکنی، تو باید لباسی رو بپوشی که نمیخوای، باید جوری رفتار کنی که نمیخوای. واقعا یه برزخه به تمام معنا. خیلی من فکر کنم آدم صبوری بودم که 24 سال تحملش کردم.
آدمایی که مثل من و اذیت میشن و حتی به خودکشی میرسن، به نظر من تنها دلیلش اینه که حمایت نمیشن. در صورتی که حمایت بشن فکر نمی‌کنم هیچ فرد ترانسکشوالی با خودش مشکل داشته باشه یا اینکه این موضوع رو موضوع خاصی بدونه برای خودش که بخواد اذیتش کنه. خانواده ها ترانسکشوال ها رو اغلب نمیپذیرن و بچه هاشون رو تهدید به طرد میکنن و حتی در واقع خیلی وقتا اونها رو واقعا طردم میکنن و گاه ما رو هم تهدید میکنن که به اونها نامه و گواهی تغییر جنسیت رو ندیم.